سلام به شما عزیزان در ایران. با خجستواد سال نو میلادی به همه شما بینندگان گرامی و عجمند تفسیر خبر به ویژه هممیهنان مسیحی و با آرزوی سالی بهتر، سالی توأم با آرامش و امنیت و آینده روشن برای همه مردمان جهان، آینده استوار بر عدالت و رفاه اجتماعی و خارج از هر گونه تبعیض، به ویژه در ایران زمین. در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن، نخستین روز از سال میلادی 2015 با شما عزیزان هستم در ساعت 9:30 دقیقه شب تهران. در فرصتی کوتاه نگاهی خواهیم داشت بر کلیات سیاست خارجی حکومت ایران در سال 2014 میلادی. آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال گذشته در جهت مصالح و منافع ملت ایران و کشور ایران بوده است؟ در جهت مصالح نسل‌های آینده و نسل‌های کنونی ایران زمین، یا آیا ستیزهای چندان ناروشن و بی هدف جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی همچنان ادامه دهنده راهی است که از 23 بهمن ماه حاکمان تازه در ایران برگزیدند و ثمری برای مردم ایران جز تهی شدن سفرهشان تا کنون نداشته است؟ سیاست اتمی ولایت فقیه ایران را به کجا میبرد؟ پرسش ها بسیار است. نگاهی خواهیم داشت همراه با آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز، که در نخستین روز از سال میلادی 2015 با من و شما هستند و عملا نخستین میهمان سال جدید من و شما، سال جدید تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. آقای حیدری گرامی سلام به شما. منم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم و امیدوارم سال نو میلادی سال خوبی برای شما و بینندگان برنامه‌تون و برای مردم ایران باشه. با سپاس و امیدواریم چنین باشه. آقای حیدری عزیز، از همین روزهای اخیر آغاز کنیم. تحریم‌های بیشتر، باز گروهی و چند شرکت جمهوری اسلامی مورد تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتن و واکنش خانم مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در برابر این موضوع، و مصاحبه اخیر پرزیدنت اوباما با شبکه تلویزیونی NPR، شبکه رادیویی NPR آمریکا. نظر شما رو میشنویم در این زمینه. خب
مقامات آمریکایی با توجه به اینکه قبلا هم گفته بودن این تحریم ها به دنباله همون تحریم های قبلی بوده و عملا در واقع به جمهوری اسلامی دارن نشون میدن که قصد ندارن که در سیاست کنترل ایران در زمینه اتمی کوتاه بیان و هر از گاهی که فرصتی پیش میاد ما میبینیم که برخی از این تحریم ها رو اعلام میکنن و عملا هم جمهوری اسلامی خودش واقف هستش که این قضایا رو به نوعی داره انجام میده، کما اینکه خانم افخم هم در صحبت هاشون در وزارت خارجه اعلام کرد که مکررن باز همین راه رو جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها به واسطه همین شرکت های فرضی که در اقصی نقاط دنیا توسط عوامل جمهوری اسلامی به صورت سوری و یا به صورت در واقع حمایت از اون کشورها ایجاد کردن ادامه خواهند داد. و به نظر من و دوستانم این برنامه اتمی و این تحریم هایی که داره در واقع جمهوری اسلامی از کیسه ملت ایران در واقع داره هر روز کوچکتر میشه و کمتر میکنه منابع ملت ایران رو داره استفاده میکنه تا بلکه بتونه اون فرضیه ای رو که به دنبالش هست و خودش رو به نوعی به عنوان یک قدرت اتمی معرفی کنه به جلو ببره. و خب مقامات آمریکایی همونجوری هم که شما الان گفتین در مصاحبه‌ای که آقای اوباما کرد عملا به مقامات جمهوری اسلامی پیام میفرستاد که اگر میخوان در منطقه به عنوان یک قدرت فرا منطقه‌ای محاسبه بشن از سوی کشورهای غربی باید این سیاست اتمی خودشون رو کنار بذارن و در واقع اولین قدم برای اینکه درها به روی اونها باز بشه برای به سمت غرب اینه که برنامه اتمیشون رو در واقع شفاف و واضح برای جهانیان روشن کنن. این نکته رو من بگم که پیش از انقلاب به هر حال ایران یک قدرت منطقه‌ای به حساب می اومد و در حل و فصل بسیاری از مسائل منطقه شریک بود، برای حل و فصل مسائل و مشکلاتی که در منطقه بود. اکنون وضعیت ایران همین هست که می بینید، برای بینندگان من توضیح دادم. اما این سیاست اتمی آقای حیدری گرامی در سال گذشته چه تحولی به سود مردم ایران پیدا کرد؟ آغاز مذاکرات یا؟ خب با توجه به اون توافق مقدماتی که انجام شد مردم ایران با روی کار آمدن آقای روحانی فکر میکردن این توافق میتونه زمینه ساز این باشه که تحریم ها کنار بره و یک در واقع ثبات اقتصادی رو برای کشور به دنبال داشته باشه که مردم بتونن در واقع یک زندگی نسبتا راحتی رو از این شرایطی که امروز دارن داشته باشن. اما متاسفانه هر چقدر که به جلو رفتن دیدن که هیچ گونه فرجی برای مردم ایران از این مذاکرات و از این در واقع توافقی که انجام شده حادث نشده و حتی اون افراد تندرویی هم که در داخل ایران هستن و به نوعی وابسته به بیت آقای خامنه ای هم میباشن اونها هم همواره دولت آقای روحانی رو مورد حمله قرار دادن و عنوان کردن که علارغم اینکه آقای خامنه ای عنوان کرده بود که یک نرمش قهرمانانه ای میتونه داشته باشه آقای روحانی برای این مذاکرات، این نرمش قهرمانانه فقط باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضع شده. و با توجه به اینکه الان ما میبینیم که از نظر اقتصادی بودجه جمهوری اسلامی وابسته به نفت میباشه و قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده عملا رو به اون سمتی دارن میرن که خودشون عنوان کردن که روی مسائل در واقع حمایت از افرادی که در منطقه هستن و به نوعی به جمهوری اسلامی وابستن مشکل پیدا کردن که اینو در گفتمانی که خود رژیم اسد داره میکنه یا عواملی که در یمن یا در لبنان و جاهای دیگه مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن عنوان کردن که این میتونه برای جمهوری اسلامی خطرهایی رو به دنبال داشته باشه و نقطه مثبتیه برای کشورهای غربی که فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر کنن تا بلکه بتونن در واقع جمهوری اسلامی رو متقاعد کنن که در مسیر شفاف سازی این پروژه به جلو بره. در واشنگتن پنهان نیست، در پی انتخابات میان دوره کنگره و پیش از اون حتی گروهی از سناتورها و نمایندگان مجلس نمایندگان در واشنگتن اینها تحریم هایی رو پیشنهاد کردن، در برخی موارد تصویب شد و الان هم امر پنهانی نیست که در گشایش دوره جدید کنگره آمریکا سنا و مجلس نمایندگان قرار باز تحریم های بیشتری اعمال بر این نه موردی که دو سه روز اخیر
در برابر هم همزمان هم اگر نرمش قهرمانانه رو از اون ور توصیه کرده، پرزیدنت اوباما مورد انتقاد است از سوی مخالفینش که بیش از حد نرمش در برابر حکومت ایران نشون داد. با همه حسن نیتی که پرزیدنت اوباما داشت و خانم افخم هم اشاره کرد به نحویش، ولی خب میبینیم علت این تحریم ها آیا این نیستش که شما به ما خواهید گفت چی هست؟ به نظر من و دوستانم با توجه به کاهش قیمت نفت و بودجه‌ای که جمهوری اسلامی در واقع داره برای حمایت از گروه‌های تروریستی و مشکلاتی که در منطقه ایجاد کرده، به خصوص در عراق، سوریه، بحرین و لبنان، و باید در واقع این کشورها رو و عواملی رو که در اونجا داره رو باید تغذیه کنه، و از طرفی بودجه‌ای که لازم داره برای پرداخت یارانه ها به مردم و این یارانه های نقدی خودش هزینه زیادی رو برگردن دولت جمهوری اسلامی گذاشته، همه اینها دست به دست هم داده تا تندروهایی که در آمریکا هستن متقاعد بشن که باید تحریم های بیشتر کنیم، و زمینه مساعد اینه که جمهوری اسلامی رو با این تحریم ها و از طرفی کاهش قیمت نفت که بودجه جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار داده، میتونیم در جمهوری اسلامی رو وادار به یک توافق اتمی به نفعی که برای جامعه جهانی باعث آرامش بشه برسیم. همونطور که اطلاع دارید شبکه رادیویی NPR آمریکا که یک شبکه سراسری هست مصاحبه داشت با پرزیدنت اوباما. در اونجا به روابط احتمال بازگشایی سفارت‌ها اشاره کرد، سفارت آمریکا در تهران، و طبعا اشاره کرد پرزیدنت اوباما به اینکه این کار چندان ساده‌ای نیست، و خانم افخم هم پاسخی داد که ظاهرا همچین فکری نباید کرد. چرا این لجاجت آمریکا ستیزانه بر سر چی هست؟ خب گروهی که در ایران در حال حاضر قدرت رو در دست دارن و در بیت رهبری تصمیم های کلی نظام رو دارن در واقع می نویسن، اونها همواره برای بیکفایتی ها و بیلیاقتی های خودشون احتیاج به یک دشمن فرضی دارن، و نباید از این قضیه غافل بشیم که چنانچه روابط با آمریکا خوب بشه و سفارت آمریکا در ایران بازگشایی بشه، دیگه رهبران کنونی ایران از جمله آقای خامنه ای و به طبع اون بیت رهبری و این عناصر تندرویی که حاکم هستن در ایران، اونها نمیتونن دیگه با این لفظ تمام بیکفایتی ها و شکست هایی رو که در طول 35 سال گذشته خوردن به گردن دشمنی بندازن از جمله به نام آمریکا، و این قضايا برای اونها در واقع نقطه پایانی سیاست های دشمن ستیزی با آمریکا خواهد شد، و به خاطر همین هم هرگز راضی نخواهند شد که بیان به اون سمت و سو حرکت کنن، کما اینکه خود آقای خامنه‌ای مکررن گفته فقط مذاکرات در زمینه اتمی باید باشه، کما اینکه در بعضی موارد به صورت محرمانه در خصوص برخی مسائل مذاکراتی داشتن، اما به صورت علنی که بیان سطح روابط رو بالا ببرن و بخوان سفارتخانه باز بشه و در واقع مردم ایران به اون سمت و سو برن که روابطشون عادی باشه با غرب، هرگز به نظر من با این وضعیتی که در ایران آقای خامنه‌ای ایجاد کرده، عملا شاید در این مقطع صحبت کردن ازش همونجور که خانم افخم هم گفته ضروری نیست، و عملا جمهوری اسلامی به دنبال این نیستش که بخواد رابطهشو با آمریکا به سمت طبیعی ببره. یه نکته هست اینجا آقای حیدری، آقای حداد عادل خب آدم تمسوادی از جهاتی نیست، ایشون در انجمن سلطنتی فلسفه به اتفاق آقای مطهری، آیت الله مطهری در اونجا هم درس میخوندن، و هم آقای مطهری دوره بخشی از کلاس ها رو اداره میکرد با آقای حسین نصر رئیس انجمن سلطنتی فلسفه. آقای حداد عادل که بینندگان ما میشناسن، ایشون همین که میفرمایید دشمن، میگه مصرفگرایی هم الگوی مصرفگرایی هم توطئه دشمن است. این مصرف گرایی در نروژ هم شاید اشاره بهش میگن، یا در آمریکا خیلی میگن، میگن تمام تبلیغات در جهتی که مصرف بیشتر بشه در هم میزنن، بله، برای اینکه دستشون به دهنشون میرسه لابد ملتایی و فروشنده ها میخوان هرچی بیشتر بفروشن دیگه. ولی در ایرانی که آب خوردن آلوده است، مواد غذایی به اندازه کافی در دسترس نیست، بیش از 40% مردم در زیر خط فقر زندگی میکنن، من میبخشید واقعا این حرف حداد عادل خنده داره، نه این وضعیت تراژیک و غم‌انگیز.
یک همچین حرفی دشمن، آخه اگر در تهران عقلی نیست، دشمنی که اشاره میکنیشون لابد عقلی داره، نمیاد که برای مردمی که نون خوردن ندارن توطئه کنه که اینا مصرفشون رو بیشتر کنه. لابد برای یه کسی که قدرت خرید دو تا نون داره یه کاری میکنه که سه تا نون بخره مثلا. بفرمایید. خب در هر صورت همونطوری که گفتم، اینها نیاز دارن به اینکه از این لفظ استفاده کنن برای بیان مشکلاتی که به گردن مردم ایران در طول 35 سالی که حاکم بودن بندازن، و این مسئله براشون در واقع حیاتیه. و اگر که بخوام به سمت طبیعی شدن روابط با آمریکا پیش برن، خب دیگه نمیتونن از این لفظ دشمن استفاده کنن و قاعدتا همگان دیگه به صورت علنی براشون واضح خواهد شد که اینها بیکفایت تر از اون بودن که این مملکت رو اداره کنن. و به خاطر همین میبینیم که همه چیز رو به گردن دشمن میندازن، حتی ودی آب و هوا و وضعیت آب و هوایی که برای ایران ایجاد شده، یا آلودگی هوایی که در شهرهای بزرگ ایران ما میبینیم الان آمار میدن که اصفهان، تهران در وضعیت خیلی بدی قرار داره، و سایر مواردی که دارن در داخل کشور انجام میدن، اهم از فرماندهان سپاه، خود اعضای بیت رهبری، نمایندگان تندروی مجلس و شخص خود آقای خامنه‌ای در هر سخنرانی مکررن از لفظ دشمن استفاده میکنه و همگان رو معطوف میکنه به سمت آمریکا، که همه این بدبختی ها و فلاکتی که به گردن مردم ایران هست مقصر اصلیش آمریکا میباشه. یعنی در واقع این دشمن و دشمن ستیزی دیگه به ابتذال کشیده شده به این معنی. مصرف گرایی توطئه دشمن هست. من نمیدونم این حرف رو عزیزان کارتون خواب من در خیابونهای تهران، کودکانی که متاسفانه بسیارشون هم به مرض ایدز دوچار شدن طبق آمار خود جمهوری اسلامی، آیا نمک بر زخم اونها پاشیدن نیست؟ به هر حال آقای حیدری عزیزی، که نکته وجود داره و اون در منطقه این که خیلی ها بر این اعتقاد هستن که جمهوری اسلامی عملا همسو هست، حتی اگر روابط نزدیک نداره، با گروه هایی مثل داعش، مثل الشباب، مثل بوکو حرام، مثل بسیاری دیگه از این گروه هایی که وجود دارن در منطقه، جبهه النصر و بقیه، از این بابت که همه در پی یک هدف هستن، تبدیل کردن منطقه به منطقه اسلامی، موضوعی که حتی متوجه ترکیه هم هست که معتقد هستن در پی خلافت اسلامی است. تفسیر شما رو میشنم. خب نظام جمهوری اسلامی همون جوری که در پیدایشش عنوان کرد به دنبال صدور انقلاب بوده و از این نظر با گروه هایی که در خارج از کشور میتونستن مثمر ثمر باشن براش اومده همراه شده، و کما اینکه ما میبینیم که جمهوری اسلامی عوامل سپاه قدس رو در کشورهای آفریقایی و در کشورهای در واقع همسایه ایران به صورت فعال در منطقه داره، و از این طریق در واقع خواسته اون سیاست خودش رو اعمال کنه و هدف قایش هم این بوده که بحرانهایی رو در این کشورها ایجاد کنه که از این بحرانها بتونه به نفع خودش در مذاکراتی که داره و در معادلاتی که در واقع با کشورهای دیگه به خصوص کشورهای غربی میخواد داشته باشه استفاده کنه. و این نکته ای هستش که عملا ما میبینیم که حتی آمریکا و شخص آقای اوباما، رئیس جمهور آمریکا، برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد و با اونا همکاری کنه در قضیه داعش، میبینیم که از جمهوری اسلامی درخواست همکاری کردن، و این نکاتی هستش که جمهوری اسلامی عملا میخواد با این ترفند دست بالا رو داشته باشه. و حالا با توجه به وضعیت اقتصادی که براش داره پیش میاد و بحران هایی که در سال آینده عملا باش مواجه هست، باید دید که آیا میتونه ادامه بده و سرمایه های ملی ملت ایران رو خرج این گونه بازی های خطرناک بکنه که در نهایت برای مردم ایران هیچ گونه فایده نداره جز فقر و وضعیت اقتصادی ناهنجاری که باعث شده اکثر ایرانیان رو به خط زیر فقر بکشونه. یک موضوعی هم که در سال 2014 میلادی اتفاق افتاد آقای حیدری عزیز، مسئله نفت بود. در همین ماهای چند ماه اخیر اتفاق افتاد، خیلی این تفسیر رو ارائه دادن در مطبوعات غربی و کارشناسان نفت، کارشناسان سیاسی، که
عربستان سعودی عملا نفت رو دوباره بعد از چندین دهه به یک حربه سیاسی تبدیل کرده، با افزایش تولید خودش، پایین آوردن قیمت نفت در بازار جهانی، در نشه لطمه خوردن به کشورهایی که همسو با سیاست عربستان نیستند یا با سیاستهای هر کشور دیگه همراه عربستان، یعنی ایران و روسیه. این رو تا چه اندازه شما بازتاب واقعیت میتونید؟ با توجه به اینکه عربستان سعودی احساس خطر کرده بود از نفوذ شیعیانی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن و به خاطر اینکه بتونه این سیاست رو به نوعی خونسا کنه، از این قضیه نفت استفاده بهینه کردن و با افزایش در واقع تولید خودشون و کاهش قیمت نفت دارن فشاری رو به جمهوری اسلامی و حتی روسیه که به نوعی اون هم در این مسائل میتونه دخیل داشته باشه برای اینکه منطقه رو به نوعی به سمت آشوب بکشه تا بحرانهایی رو که ایجاد کرده بتونه ازش برای غرب در واقع پیامدی داشته باشه که بهره برداری کنه، عربستان داره به نحو احسن استفاده میکنه تا بلکه بتونه پولی رو که جمهوری اسلامی بخواد برای این گونه موارد هزینه کنه کاهش بده و بتونه دست بالا رو داشته باشه برای مبارزه با این گروه هایی که هم مرز اون شدن. الان حوثی ها در یمن دست بالا رو دارن با توجه به که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن و از طرفی شیعیانی که در عراق هستن و همچنین علویانی که در سوریه هستن، اینا مواردی هستش که عربستان عملا میدونه که جمهوری اسلامی احتیاج به منابع مالی داره و با توجه به تحریم ها و کاهش قیمت نفت میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده تا در سیاست های خودش تعدیل کنه و عملا عربستان بتونه برای این موارد راه حلی پیدا کنه و باعث بشه که در واقع دست بالا رو در منطقه داشته باشه. آقای حیدری عزیز، ببینید، جمهوری اسلامی خوب اشاره کردین، در یمن حضور داره، در جنوب لبنان، شمال اسرائیل به گزارش جروزلم پست چند روز پیش نیروهای پاسدار دیده شدن، امر پنهانی هم نبود، سالیان سال از طریق حزب الله اونجا حضور داره و همینطور در سوریه و در عراق. اونچه که ملک عبدالله دوم به عنوان هلال شیعه خواست حکومت ایران اعلام کرده و الان شکل تازه‌ای پیدا کرده، تا چند از این سیاست منطقه‌ای در سال گذشته به سود مردم ایران بوده و کشور ایران؟ خب خدمتتون عرض کنم به نفع مردم ایران نبوده، ولی برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه برای خودش در مذاکراتی که با دول غربی داره جایگاهی ایجاد کنه خیلی حائز اهمیت بوده و میبینیم که نقش پررنگ جمهوری اسلامی در عراق، در سوریه و لبنان و همچنین در یمن باعث شده که آمریکا و که در واقع به نوعی دیگه به ایران داره نگاه میکنه، آقای اوباما و کاخ سفید، خواستار این شد که به نوعی بیان و در مبارزه با داعش باهاشون همکاری کنن. این نقطه‌ای بوده که آقای خامنه‌ای و تئوریسین‌های جمهوری اسلامی ازش به عنوان پیروزی دارن استفاده میکنن و به نوعی دارن از این حربه استفاده میکنن برای اینکه عنوان کنن در سیاست خارجیشون در منطقه موفق بودن و تونستن غرب رو به نوعی وادار کنن که اونها رو به عنوان قدرت در منطقه بشناسه. این نکته عمده قضیه بوده، ولی برای مردم ایران اگر بخوام هیچ پیامدی نداشته، چون میلیون ها دلار سرمایه ملی ملت ایران هزینه همین گروه های تروریستی شده که جمهوری اسلامی در عراق داره راه اندازی میکنه یا در سوریه و یا در لبنان و یمن و جاهای دیگه، طوری که میبینیم با کاهش قیمت نفت، همونجور که در بحث قبلی خدمتون گفتم، الان عوامل این کشورها مثل آقای اسد در سوریه و یا نیروهای تندرویی که در لبنان هستن و حتی حماس به نوعی به دست و پا افتادن که اگر جمهوری اسلامی نتونه بودجه جاری داخل کشور خودش رو با این کاهش قیمت نفت جبران کنه، چگونه میخواد به اینها کمک کنه؟ این نکاتی هستش که در سال آینده عملا وادار خواهد که جمهوری اسلامی رو بازنگری کنه در سیاست‌های تهاجمی که در منطقه داره. خیلی ها بر این باور یا اعتقاد هستن، از جمله کریم بیننده ما که برای ما پرسش فرستاده، چون من از بینندگان خواهش کردم پرسش هایی دارن در میون بگذاریم، بر این باور هستند و همینطور خانم سحر میم با چون این اسمی این پرسشی دارن که حکومت ایران وضعیتی رو به وجود آورده که یک کشور ثروتمندی مثل
ایران با درآمدهای نفتی بسیار سرشار عملا به یک کشور فقیر و نیازمند تبدیل شده و از این وضعیت کشورهای صنعتی غربی استفاده میکنه و به همین دلیل حالت به اصطلاح نرمش یا کجدار و مریض با حکومت ایران دارن علی‌رغم ستیزی که در سطح به نظر میرسه. این نظر تا چند دازه من مثال زدن به خصوص آقای کریم که بر همین اساس است که چشمشون رو بر مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران میبندن. با توجه به اینکه کشورهای غربی به دنبال منافع خودشون هستن، از این شرایطی که جمهوری اسلامی به وجود آورده کاملا دارن استفاده میکنن و تولیداتی رو که به نوعی شاید در جاهای دیگه دنیا ازشون نمیخرن در داخل ایران دارن به راحتی به فروش میرسونن. ما مردم ایران و حتی خود من که سالیان سال در ایران بودم شاهد بودیم که چگونه مثلا خودروسازی در ایران تبدیل شده بود به یک وضعیتی که پژو خودروهای خودش رو از نوع 504 که در اروپا از رده خارج شده و حتی نمیتونه این قطعات رو به آفریقا هم صادر کنه، در داخل ایران به راحتی داره منتقل میکنه و میلیاردها دلار از این قضیه داره بهره مند میشه. این یک نمونه ساده ایه که از موارد دیگه توسط کشورهایی که با ایران ارتباط دارن استفاده میکنن و این هم برمیگرده به اینکه هر کشوری به دنبال منافع خودشه تا بتونه این منافع رو تامین کنه، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی به دنبال منافع ملی ملت ایران نیست و از این قبل در واقع به دنبال اینه که سرمایه ها رو جابجا کنه برای حمایت از این گروه های تروریستی به دنبال همون ایدئولوژی صدور انقلاب اسلامی و استفاده از این اهرم ها برای بقای خودش. با سقوط حکومت نوری المالکی، دولت نوری المالکی در عراق که به عنوان دست نشانده تهران شناخته می شد، آیا و اومدن روی کار دولت حیدر العبادی، آیا اینو من از اول میگم، یک دوم، با سقوط دولت نوری المالکی در عراق که عملا شاخه از حکومت ایران حساب میشد و از طرف بسیاری در خود عراق هم، آیا نفوذ حکومت ایران در عراق کاهش پیدا کرده؟ محدودیت هایی به وجود اومد براش به وجود اومد در سال گذشته؟ من فکر میکنم که برای جمهوری اسلامی در واقع باعث شده که نفوذش در عراق کاهش پیدا کنه. عملا میبینیم که این اتفاقاتی که به پیش اومده و حتی با رفتن آقای نوری المالکی، نفوذ جمهوری اسلامی و سپاه قدس و حمایت از شیعیان تندرو اهم از مقتدی صدر یا حکیم و بقیه افزایش پیدا کرده و این نیروهای در واقع شیعه‌ای که جمهوری اسلامی در اونها رو آموزش میدن میتونه در آینده عراق برای خود منطقه هم خطر آفرین باشه. و به نظر من و دوستانم یک اشتباهی که در واقع آقای اوباما کرد این بود که نیروهای آمریکایی رو از عراق خارج کرد و عراق رو در واقع عملا در اختیار جمهوری اسلامی و نیروهای تندرو شیعه‌ای که به جمهوری اسلامی وابسته بودن رها کرد و الان هم ما میبینیم که اگر به همین سبب به جلو برن، تجهیز این گروه های شیعه میتونه عواقب بدی داشته باشه حتی برای خود ایران. مصالح ملی ایران که مرتب از اون صحبت به میون میاد، چه نوع سیاست خارجی میتونه تأمین کننده باشه؟ چه نوع سیاست منطقه‌ای و بین المللی در ایران؟ با توجه به صحبت‌هایی که در همون مقاطعی که ما هم در وزارت خارجه بودیم انجام می‌شد، این سیاستی که جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه که ایجاد بحران در خارج از مرزهاش رو در واقع تقویت می‌کنه و حمایت می‌کنه، مانع از این میشه که بحران به داخل کشور منتقل بشه و به خاطر همین هم هست که می‌بینیم آقای شمخانی حتی در همین مصاحبه اخیر خودش از این سیاست حمایت کرده و عنوان می‌کنه که ما با ایجاد این گونه بحران‌ها و حمایت از این گروه‌ها عملاً باعث شدیم که به داخل کشور ما نفوذ پیدا نشه و باعث تداوم انقلاب و عملا باعث این بشه که جمهوری اسلامی دست فراتری رو در منطقه داشته باشه. و چه سیاستی تامین کننده منافع ملی هست؟ پرسش من مشرف بر این
موضوع. برای منافع ملی مردم ایران همون گونه که گفتم هیچ آینده این در واقع متصور نمیتونیم بشیم از این اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، جز اینکه منافع و منابع ملی مردم ایران رو دارن برای بقای خودشون و ادامه حیات این رژیم که باعث بروز بسیاری از مسائل و مشکلات برای مردم ایران هم از فقر و بیکاری و فرار مغزا و سایر موارد رو ایجاد کرده داشته و این باعث شده که فقط مردم ایران رو عملا از گردونه رقابت با سایر کشورهای منطقه‌ای به دور گذاشته و ما می‌بینیم کشورهایی مثل اندونزی، مالزی و کشورهایی که در 35 سال پیش از ایران خیلی عقب‌تر بودن الان در دنیا صاحب جایگاهی هستن که متأسفانه مردم ما و ملت ما فاقد اون است. یعنی به طور خلاصه میشه تعبیر کرد از حرف شما این که درست برعکس اون چه که جمهوری اسلامی انجام میده از نظر سیاست خارجی باید سیاست خارجی ایران باشه تا به سود مردم باشه. در هر صورت همان گونه که خود آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا عنوان کرده، اگر ایران میخواد به عنوان حتی یک قدرت منطقه‌ای هم شناسایی بشه، باید از این سیاست‌هایی که باعث بروز آشوب در منطقه و جهان شده خودداری کنه تا بتونه به عنوان یک عضو فعال در جامعه جهانی در کنار بقیه کشورهای پیشرو جهان قرار بگیره. قدرت منطقه‌ای بودن آیا لزوماً تامین کننده منافع ملی هم هست؟ بسیاری از کشورها ممکنه قدرت منطقه‌ای نیستن ولی منافع مردمشون تأمین میشه، مثل کشور شما، یعنی کشوری که درش هستین، نروژ. خب از دید من و برخی از دوستانم عملا این نظام به دنبال این نیستش که برای مردم ایران پرستیجی رو ایجاد کنه و باعث در واقع بالا رفتن روحیه ایرانیا در بین سایر دول دنیا بشه و این چیزی هستش که به نوعی شاید حاکمان غرب دارن به جمهوری اسلامی القا میکنن که حتی اگر میخواییم به عنوان یک قدرت ما شما رو شناسایی کنیم، شما باید در مسیری حرکت کنیم که اونها میخوان، وگرنه برای مردم ایران عملا این رژیم در طول این 35 سال گذشته هیچ آیدی نداشته جز اینکه باعث سرشکستگی و حقارت مردم ایران شد. سپاس بسیار داریم آقای محمد رضا حیدری گرامی، برای شما مجددا سال خوشی رو آرزو میکنیم و برای همه بینندگان گرامی است. منم همچنین موفق باشی. با سپاس. صحبت از آقای شمخانی شد، از عربهای ایران که به سمتهای مختلفی رسیده در جمهوری اسلامی، زمانی وزیر دفاع بوده و بعدا در حال حاضرم دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از اهواز هستش. من همزمان با میلاد مسیح، عیسی مسیح، این خبر تأسف انگیز رو هم دارم که آقای جبار کحیلی درگذشت، رهبر مذهبی صابئین خوزستان، پیشوای مذهبی صابئین خوزستان که ما میدونیم صابئین پیروان مذهب یحیی تعمید دهنده هستند، کسی که مسیح رو تعمید داد و بر این اعتقاد هستند که آخرین پیامبر صابئین بوده، یحیی تعمید دهنده. ضمن تبریک مجدد سال نو میلادی به هممیهنان صابئی تسلیت میگیم که بیش از 30,000 نفر هستند در خوزستان و حدود 70,000 نفر در عراق بودند که متاسفانه در پی بحران‌های اخیر ناچار به ترک کشورها و زادگاه‌های خودشون شد. آرزوی روزگاری خوش برای این عزیزان نیز داره. پی می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند آقای منصور اوسانلوی عزیز در نخستین برنامه تفسیر خبر در سال 2015 میلادی. سلام به شما و خجسته باد سال نو میلادی. همینطور سلام به شما، هم میهنانمون و همکاران
و امیدوارم سال نو میلادی سال گشایش بزرگ برای همه مردم ایران به خصوص کارگران و زحمتکشان کشورمون باشه. سپاسگزارم. آقای اوسانده عزیز، نگاهی میندازیم به مهمترین خبرها در عرصه کارگری سال 2014. از اخبار مثبت اینکه چه گامی نزدیکتر شدن به کارگران به آنچه که شایسته زحمات اونها هست در ایران. فکر میکنم اگر اشاره داشته باشیم، چون حکومت با تمام قوا در چارچوب دولت روحانی به این طرف حرکت کرد که آخرین دستاوردهای کارگران در قانون کار رو هم پایمال بکنه، ولی خوشبختانه نتونست و مقاومت‌های کارگری، سندیکاها، تشکل‌های دیگه‌ای که حضور داشتن در جاهای مختلف ما دیدیم که روزانه گاه 5-6 حتی بیشتر خبر کارگری داشتیم در رابطه با اعتراضات و اعتصابات، که نشون داد که طبقه کارگر هم به تدریج به صف مبارزان و معترضان نسبت به حکومت به شکل سامانیافته تر اضافه شد. این خیلی خبر مهمیه و بالاترین جایی که طبقه کارگر ایران تونست خودشون نشون بده در به نظر من مبارزاتی بود که کارگران معدن بافق انجام دادن، که یک اعتصاب سراسری رو پیش بردن با حضور 5000 کارگر و موفق شدن از طریق اتحادی که بین خودشون بود و روابطی که بین خودشون، فرزندانشون و مردمی که در کنار اونها بودن در شهر باف، این رو تبدیل کنن به یک نیروی حمایتی شاید 30-40 تا 50 هزار نفره ای که فعلا حکومت رو وادار به عقب نشینی کرد که تسلیم بشن به کارگرا و کارگرانی که دستگیر کرده بودن رو آزاد کنن. هیچ کدوم رو نتونستن اخراج کنن اعتصابی اون رو. در ضمن تعهد دادن که 28.5% از سهام معدن رو به خود کارگرا واگذار کنن و 15% از سهام معدن هم به مردم شهر تحت پوشش شورای شهر واگذار بشه. این بررسی خود مبارزات کارگران معدن باف چشمانداز روشنی رو داد که در ادامه اون اعتصابا ما میبینیم که بسیاری از اعتصابات کارگران معدن در ایران ببخشید تونست جایگاه بالاتری رو پیدا کنه، اهم از معادن شاهرود، معادن کوههای البرز غربی، البرز شرقی، البرز مرکزی و معادن کردستان، تکاب که اونجا معادن طلا ما داریم، بزرگترین معدن طلای دنیا اونجا هست، و این ببخشید در دنیا خاورمیانه، و این به اصطلاح ظلمی که به کارگران معدن میشد و طی این 30 سال ما اخباری از مبارزات کارگران معدن نداشتیم منتشر شد. و یک جای دیگه هم که مهم بود حضور سراسری و سامانیافته آموزگاران و کانون صنفی معلمان بود که بعد از 10 سال تونستن شورای سراسری خودشون رو تشکیل بدن، حضور پیدا بکنن، از بیش از 46 شهر نماینده های این کانون سراسری معلمان آمدند و هنوز هم به این فعالیت های خودشون ادامه میدن و سایت های بسیار قدرتمندی علاوه تئوریک، خبری و تحلیلی هم راه اندازی کردن که با پشتیبانی خود معلم ها و کارگرها یک پیوندی هم ما در سایت حقوق کارگر و معلم پیدا کردیم که گام های همبستگی بعدی رو فکر میکنم در سال 2014 میلادی زحمتکشان یدی و فکری کشور ما با این دو تا نمونه مهم برداشتن. یعنی به طور کوتاه بفهمید، یعنی به این اعتماد به نفس رسیدن که معتقد هستید شما که حرفشون اگر با صدای بلند گفته بشه میتونه مؤثر بشه و راه رو برای تأمین خواسته ها و مطالباتشون هموار بکنه. هم صدای بلند که رسانه های آزادی مثل همه رسانه ما با هم مصاحبه میکنیم این صدا رو عمومی تر بکنه که خود کارگرا و مردم میشنون مبارزات خودشون رو که حکومت سانسور میکنه و در 80-90 کانال تلویزیونیش رادیویش اسمی نمیاره، هم اینکه تشکلیابی داره پیدا میکنه و این تشکلها شکلهای مختلف پیدا کرده، هم در درون تشکلهای حکومتی و دستساز مثل شورای اسلامی. یه دفعه شما میبینید همین الان کارگران واگن پارس 7 روز اعتصاب مسکن گذروندن و شعار میدادن که ما خواستار بازگشت به کار رئیس اخراجی نهاد کارگری خودمون هستیم و ادامه دادن
و یا در کارخانه ایران خودرو دیزل که شما دیدید اون اعتصاب بزرگ بعد از اون که فیش 42 میلیون تومانی شعشعانی یکی از مدیرای ایران خودرو در ماه روشن شد و کپیش به دست کارگر افتاد، به چه اعتصاب بزرگی دست دادن و هنوز همین قلیان در کل کارخانه ایران خودرو ادامه داره، هم تو سالن سواری، هم ایران خودرو دیزل و هم بخشای دیگه. و این ماجرا بسیار اهمیت داره که کارگرها الان دارن میبینن به عنوان بدنه وسیع اجتماعی با خانواده هاشون صدای اونها، مبارزه اونها از تلویزیون های مختلف سخنگو داره، بررسی میشه، شنیده میشه و فیلم ها و عکس ها خود کارگرها میفرستن که ماها هممون از این تلویزیون های مختلف سعی میکنیم پخش بکنیم و اونها موقع میبینن خودشون رو با امید بیشتری به مبارزه ادامه میدن. یک دقیقه دیگه بگم چون مهمه، پیوندی که این مبارزات باعث شده ایجاد بشه در بین جنبش مبارزاتی داخل کشور با نهادهای بین المللی خارج از کشور مثل نهادهای فدراسیون‌های سراسری کارگری جهانی از جمله ایندستریال که با 50 میلیون عضو کارگریش الان سندیکای فلزکار مکانیک ایران رو به عضویت خودش پذیرفته و هر ماه یک گزارش از وضعیت کارگران ایران داره منتشر میکنه در سایت بسیار پربیننده 50 میلیون نفره خودش. خبره خوشحال کننده هست برای. اما کنار این خبرهای نسبتاً خوشحال کننده، خبرهای غم انگیز متاسفانه بسیار بود. ببینید، من آگهی هایی دیدم، قطعا شما هم دیدید و بیشتر، برای بینندگان میگم کارگر اخراجی صنایع فولاد در اهواز کلیه خودشو داره میفروشه، آگهی زده. خب مملکت ایران، کشور ایران، اون بر پول این کارگر، کارگری که به این روز افتاده، صنایع فولاد یکی از صنایع به اصطلاح قبراق ایران بود در پیش از انقلاب و کارگرانش از سطح زندگی نسبتا مرفعی برخوردار بودن، چون من از نزدیک در جریان بود. این پول این رفته یه جای دیگه، رفته همین کسانی که بابک زنجانی ویترینشون هست، اون طرفتر کسان دیگه، میلیارد دلاری هایی که رفته به این بر اون بر. در این یک سال گذشته های دولت روحانی اقدامی کرده برای اینکه این پول برگرده به زندگی کارگران، یا بخشیش اقلا به عنوان خمس، زکات. الان دیگه روحانیون در جایی هستن به کارگران و مردم خمس و زکات بدن، آقای خامنه ای و بقیه. شما کارنامه آقای روحانی رو در این مسیر چطور بررسی میکنید در یک سال گذشته؟ یک سال گذشته اگه وارد بخش فسادهایی بشیم و دستاندازیهایی بشیم که بر علیه کارگران ایران شد، خب پرونده سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین این پرونده هاست که به رقم 4 سال پیش 90 هزار میلیارد تومان پول کارگرا رو از صندوق تأمین اجتماعی اینا چپو کردن. من میگم چپو. بله. و به پول امروز که دلار 3400 5600 تومان شده، که هنوز اون پول بر نگشته به صندوق کارگر و در تامین اجتماعی، بالای 250-60 هزار میلیارد تومان پول خودش میشه، یعنی از بودجه دولتی خیلی بالاتر. یعنی یه لغت بالاتر از چپو باید براش پیدا کنید فکر دیگه باید. حالا شما کمک کنید با هم پیدا کنید. فرهنگستان باید یک لغت بفرد. بله بله. حالا شکایت هم شده این آقای مرتضوی به عنوان سردمدار یکی از این جنایت ها با همون بابک زنجانی ها، با مدیرانی که همراه خودش آورده، با کسانی که در وزارت کار دوران احمدی نژاد و معاونان اون بودن و هنوز هم متاسفانه در پست های مدیر کلی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هستن، یعنی هیچ چیزی فرق نکرده و ما هیچ نشانه‌ای ندیدیم در دوران روحانی چیزی به سود کارگرها بشه یا حقی برای مردم بازگرده. یه نمونه دیگهش، بزرگترین پرونده اختلاس یه روزی گفتن 3000 میلیارد تومان، امروز خودشون از پرونده های اختلاس های 12000 میلیارد تومانی، 31000 میلیارد تومانی مربوط به صادق محصولی، 25 هزار میلیارد تومانی مربوط به کسایی که در بیت رهبری کار میکنن. من اون هفته گفتم ای کاش فرصتی بشه یه برنامه اقتصادی بذاریم این آمار دقیق و مبالغی که تو چنگ این آقایون افتاده رو بیاریم اینجا بررسی کنیم به نامشون.
یک برنامه کافی نیست چون لیست داره بدین خیلی بل بکن. آره یعنی تک به تک بریم تو بیت خدا آقای رهبر، خدا آقای خامنه‌ای بنا به گزارش دقیق به اصطلاح بانک بین المللی که منتشر میشه چه پس اندازهای اینا داره در بانک های سوئیس، لیختنشتاین، اندونزی، مالزی، مالت، کشور کوچیکی که دیده نمیشه، و بانک های انگلستان و همه اینا هم رقم های میلیارد دلاری و میلیارد یورویی است و آقای روحانی یک دینار از اینا رو نتونسته برگردونه چون قرار نبوده بیاد و برگردونه. ایشون فقط اومد که حاکمیت رو چند سال دیگه نجات بده و به قیمت فقر بیشتر مردم، نرخ تورم بالاتر، از دست دادن مواد که در قانون کار به سود کارگرا بود، یعنی ماده 7، ماده 41، ماده 364، 142، اینا همش هم الان با برنامه آقای روحانی و مجلسی که با او هماهنگ است با دو تا پروژه، یکی با طرح دولت، یکی هم لایحه دفاع از تجارت و خصوصی و این چرت و پرتا که دارن آخرین دستاوردهای کارگران رو از بین میبرن. آقای اوسانلوی عزیز ببینید این فهرستی که شما میگید من میگم طولانی است، واقعا شوخی نمیکنم چون برمیگردیم از 23 بهمن ماه 57 شروع میکنم. بله کامیونهای طلایی که از کشور داشت خارج میشد گرفتن و بعد از معلوم نشد به کجا رفتن این کامیون و اون ماموران ژاندارمری که گرفته بودن رو اعدام کردن چون گرفته بودن اینو، یادتون میاد؟ بله کاملا درست، کاملا درست میگفتن آقای احمد خمینی هم دست داشته. بعدن میلیاردها دلار شمش طلا که به ترکیه رفت و همینطوری شما بیاین به جلو که به قول سعدی میگه بنیاد ظلم در آغاز اندک بود، هر که آمد مزیدی بران کرد تا به دین قایت رسید. حرف ماندگار سعدی هست. اما علارغم همه اینها آقای اوسانلوی عزیز میبینیم که ببینید خود شما در زندان بودید، شکنجه شدید، مورد بسیار آزار و اذیت قرار گرفتید. خود شما برادر شما رو در زندان کشتند، کارگران دیگر رو شکنجه دادند، در سال گذشته این ادامه داشت، کارگران زندانی همچنان هستند، اما اثری در عدالت خواهی شما نکرد و بقیه که در زندان هستند. چرا این شیوه رو همچنان ادامه میدن؟ درست برای غارت هست، درست اون برای قضیه این هستش که چپاو چپو میکنن به قول شما و برتر از این، اما این شیوه چرا همچنان به همون شکل سابق مونده؟ گرفتن، زندانی کردن، سرکوب، اعدام، چرا؟ خشت اول گر نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. از همون اولین روزهایی که امثال ما که جوان بودیم، 18 19 سالمون بود، فکر میکردیم یک جمهوری دموکراتیکی میخواد تو ایران بیاد و همه ما دنبال اون راه افتاده بودیم که نظاممون از نظامی هم که داشتیم بهتر و پیشرفته تر و مرفه تر و آزادتر و احزاب باشن، سندیکاها باشن، آزادی ها بیش از اینایی که بود داشتیم باشن. و اومدیم به این میدانی که بزرگان ما مثلا تو احزاب، تو گروه ها، مثلا سیاسیونی که پیر دیر اون زمان بودن، متاسفانه خب از همون موقع اولین پایه بر ضد مردم، ضد همین انقلاب، من اصلا دیگه نمیگم انقلاب 57 و شرمندش هستم، میگم اتفاق 57 متاسفانه، و یه زمانی تعصبم روش داشتم شدیدن، ولی آخه چه انقلابی، همه چیز وحشتناک بدتر شد، ارتجاع شد، از انقلاب نشد، یعنی همه چی دنده عقب رفت به شکل وحشتناکی. از اون نقطه شروع خب خشته کج شد، یه عده‌ای شدن در نقاطی قرار گرفتن که کسی نظارتی بر اونها نکنه، سوالی از اونها نکنه. یه دفعه یه آیت الله شد امام، دیگه کسی شد امام، مگه کسی جرأت داره بهش بگه آقا ما حساب کتاب تو رو میخوام برسیم؟ بعدم که تو قانون اساسی آوردن که به هیچ وجه در نهادهای تحت پوشش ولایت فقیه حق تفحص و تحقیق هم نیست. موقعی که حق تفحص و تحقیق از بالاترین نقطه یک حکومتی وجود نداشته باشد، این فساد دامنگیر میره تو بدنه جامعه و این حکومت الان سیستماتیک فاسده. یعنی اگه خودش هم بخواد خودش رو درست کنه نمیشه. چرا؟ من یه مثال بزنم، تو سندیکا واسه کارگرا میگفتن اون بالا بالایا صدها میلیارد دزدی میکنن تو بیت رهبری و سران سپاه و گردن کلفتا، بعد از شل میگیرن برای پایین دستشون که اونا ده ها میلیارد دلار دزدی بکنن، بعد اونا باز شل میگیرن واسه مدیر کلا و شهردارا و معاونای استاندارا، اونا بیان تو صدها میلیون تومن مثلا اون موقع
خلاف کنن. باز اونا یه فضای باز میکنن مثل رئیس های بخش، رئیس های ادارات، رئیس های مناطق کوچکتر، اونا هم در حد ده ها میلیون تومن سر خلاف کنن. اونا میان شغل میکنن مثل کارمند شهرداری که مثلا طرف رفته میخواد دنبال یه کار اداریش است بتونه 500 هزار تومن یا 800 هزار تومن یه میلیونی در این حد. اون موقعی که من میگم و الان همه این رقم ها شما ضرب در 20 100 200 کن، چون فسادش اینجا هزار برابر شده، این رشد کرده تصاعدی. بعد اون پایین پایین کی میمونه؟ یه معلمی میمونه که دستش به پول برنی. پس خود به خود به خاطر فشار اقتصادی، تورم، گرونی، حقوق کم، نداشتن سندیکا و اتحادیه واقعی، اینا مجبور بره دو جا کار کنه. خود به خود خوب نمیتونه درس بده، درسش میدوزه. من چرا چرا شکنجه؟ چرا زندان؟ الان میگم همچنان ادامه داره این چی؟ حرف من این هست. البته قابل فهم هست این حکومت چرا شکنجه میکنه، زندان میکنه. اما هر بعد از 30-35 سال آیا راه حل این مسائلی که هست ارزونتر از این همه زندان و شکنجه و کشتار و هزینه هایی که برای این کارا استفاده میکنن نیست؟ کارگر مگه چی میخواد؟ کارگر صنایع فولاد مگه چی میخواد؟ یا کارگر شما موضوع اینه. ببینید سیستمی که این شکل رو پیدا میکنه، شبکه‌ای دیگه، همش توی فساد غرقه. این اصلا فهم دموکراسی یا حقوق مردم یا فهم سندیکا رو نداره. ترور بکن، بکش، بزن، نابود کن، بترسن ازن. اینا هم از اول اون رو پیش گرفتن. دست جمعی هزاران نفر رو اعدام میکردن، گروه های سیاسی، افراد مختلفی که حرف واسه گفتن داشتن، شکنجه های توی زندان و با اون شرایطی که اکثریت ملت هم اول انقلاب فکر میکردن واقعا یه خبری و حکومت عدل علی رو این آقای خمینی میخواد پیاده کنه، مثل ماها همه دنبالش رفتن. بعد ذره ذره هم میدید نه بابا داستان چیز دیگه است، تا الانی که اکثریت مخالفه. حالا حکومت تنها نیروش رو سرکوب و کشتاره. یعنی اگه بخواد کوتاه بیاد حقوق من کارگر رو رعایت کنه، خب من امروز اومدم میگم آقا حق صنفیمو بده، فردا میخوام حزب خودم رو داشته باشم، پس فردا میخوام تشکل‌های واقعی خودم، نه من، همه مردم ایران. در نتیجه دیگه قدرت تسخیر و دزدی میلیاردها ثروت از چنگ اینا خارج خواهد شد. یعنی با یه انتخابات آزاد واقعی اینا فاتحشو خونده است. کارگر رو میکشن، زندانی میکنن، معلم و نمیدونم کارمند و خبرنگار و همه رو. یک آخر برنامه هم از یه جمله بگم، اگر جرأت دارن، نمیگم کارگر زندانی مثل شاروخ زمانی یا محمد جراحی یا بنام ابرامزاده که الان خونریزی معده‌ام کرده تو اعتصاب ایوونکی، نمیگم رسول بوداغی معلم و همین آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد خودشونو که پست و مقام تو حکومت خودشون داشتن الان میگن محصورن، جرأت دارن همینا رو یه محاکمه علنی بکنن مثل همه کشور دنیا. ماده 168 قانون اساسی خودشون هم، یعنی وکیل باشه، خبرنگارا باشن، آزاد باشه. و شما ببین چه افتضاحی میاد بالا، چون موسوی همین آخری گفت اگر راست میگی ما رو محاکمه کنیم، ما وقت حرف میزنیم میگیم دنیا دست کیه. واسه همین حکومت جرأت نمیکنه حتی سران خودش رو بیاره محاکمه علنی کنه، چه برسه به ما کارگرا رو. این اون حلقه شکننده این هاست، حقوق بشر، اتحاد و همبستگی همه ما و درخواست محاکمه علنی همه زندانی های ایران. اینا نمیتونن این کارو بکنن چون رسوا هستن، رسواتر میشن. آقای موسوی اشاره کرد که اگر من محاکمه بشم علنی مایل هستم و خواهم گفت که چه عواملی باعث غرق شدن کشور و انقلاب در فساد شد. این پرسش اما مطرح هست که آیا این انقلاب نبود که کشور رو در فساد غرق کرد؟ حالا اگه اون محاکمه انجام بشه این پرسش هم میشه اونجا کرد دیگه، نتایجش هم هممون با هم بررسی کنیم. نه در محاکمات معمولا مسابقه که نمی کن. نه میگم علنی موقعی باشه تو نه چرا اگه یه چیز علنی بشه یک نیروی جهانی ملی پشتش بیاریم بعد از محاکمه یه مصاحبه بذارید. بله. و به هر حال مسائل بسیاره، اما امیدواریم سال آینده میلادی 2015 سالی خوش برای مردمان ایران، پیروان هر دین و مذهبی که هستن باشه، سالی خوش برای مردمان منطقه، برای همه کسانی که دلی پاک دارند در راه آبادی سرزمینشون میکوشند و در راه بهبود زندگی هم نوعان خود میکوشند روزگار خوشی داشته باشند و سالی باشه
که عدالت نه تنها در ایران و منطقه که در جهان برگزار باشه و برقرار بشه و راه اعمال ظلم مسدود و مسدودتر بشه. به امید چنین روزی. سپاسگزار هستیم آقای اوسانلوی گرامی. منم سپاسگزارم و همین آرزویی که شما دارید و دارم. ممنونم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز سند و سبلان آسماری کوساران دراک و زاگرس و الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.